حال حاضر با انقلاب آمدند، چه به هر حال از حوثی ها که دیدیم با چند پهپاد ابوظبی رو حتی و امارات رو الان زیر خطر پهپادهای انتحاری خودشون قرار دادن که پشتیبانی میشن از طرف به هر حال گروه سپاه قدس. از طرف دیگه ما میبینیم به چگونه جناب رئیسی برای برها رایزنی هایی به روسیه رفتند که با پوتین ملاقاتی داشته باشند، ولی به عنوان یک نخست وزیر برگزیده جمهوری اسلامی جناب پوتین به استقبال ایشون نیامدند. مسئله سوم مسئله چین هست که در حال حاضر ما می نگریم و اشراف داریم که به چگونه ایران رو دارند با قراردادهای 20 ساله یا 25 ساله که با چه روسیه چه چین دارند ایران رو تبدیل کردن به یک مستعمره خودشون. و پرسش که مطرح میشه در قبال آنچه که رخدادهایی که در این 43 سال اخیر گذشت و چه صدور انقلاب و گروه های نیابتی که از جمله میشه از حزب الله لبنان نام برد که پشتوانه تروریستی تسلیحاتی و مالی از گروه قدس داشته و داره، و حانیت که حالا جهاد اسلامی یا حماس هستند در غزه نیز همیشه در کنار نصرالله عنوان کردن هر آنچه که ما میخوریم و میخوابیم و از تعمیر بهداشتی و اجتماعی گرفته تا کمک رسانی و پشتوانه مالی و تسلیحاتی ما از ایران است، یعنی جمهوری اسلامی. ما اشاره کردیم با آنچه که در حال حاضر در سوریه و عراق داره میگذره با تمام زیر ساختهایی که و تأسیساتی که ایجاد کردن و بعد از 2003 با روی کار آمدن نوری المالکی و بعدن میبینیم که برحال به چگونه جمهوری اسلامی اومده سرمایه گذاری کرده به جای اینکه سرمایه گذاری کنه بر روی مردمان خودش در ایران بزرگ، خواهان این هستش که بیاد و کمک رسانی داشته باشه و همیاری داشته باشه چه از نظر بهداری تأسیسات. و جناب سفری در کنار ما هستند به عنوان فردی که شاهد عینی آن بوده که پشتوانی مالی و به چگونه بعد از جنگ 33 روزه و جنگ هایی که داشتن با لبنان حالا ما میگیم با حزب الله، حالا جنگ لبنان اول یا دوم، چه مبلغ های $10,000 به آنان داده شده بود که جنوب لبنان رو بیان آباد بکنن و سپاه قدس بر این بود که هر آنچه که زیربناهایی که اینها لطمه دیده بودن رو از این طریق بیان و کمک رسانی داشته باشن و بتونن حتی سیستم میشه گفت فناوری و سیستمی که برای از نظر تلفن های تک و اینترنت جنوب لبنان رو داشتن بگذاریم از تونل هایی که ساخته شده بوده و ادامه داره ساخته شدنش همینطور که در جهاد اسلامی و حماس هنوز ادامه داره. و اونچه که به هر حال ما مینگریم محموله هایی هستش که از نظر تسلیحاتی راکت ها و موشک های نقطه زن و اسلحه از همه گونه که در اختیار این گروه های نیابتی گذاشته میشن. فراموش نکنید که بیش از 500,000 به گفته 700,000 نفر تا حالا کشته شدن به خاطر بر حال اگر برادران مسلمان هر یکی شما اهل تسنن رو در نظر بگیرید یا اهل تشیع
و علوی ها رو در نظر بگیرید در سوریه، در سوریه بشار الاسد از نظر شرعی بر حال بجز اینکه به آنها در دوران مقتدا الصدر یا اینکه بر حال امام غایب به آنها یک مشروعیت خاصی بخشیدند، ولی علوی ها بر حال یک اقلیتی هستند که بر اهل تسنن آنها مستولی شدند، که یعنی استعمار جهانی بر این بوده، انگلیس و فرانسه که بیان به این گونه خاورمیانه رو تقسیم کنن بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در 1914-1918 بعد از جنگ جهانی اول. حالا بحث سر اینی هستش که به هر حال محموله ها و آنچه که در حال حاضر بر این هستند از طریق صدور انقلاب خودشون و گروه های نیابتی که از نظر جامعه بین المللی تروریستی خوانده شدند. شما فراموش نکنید حزب الله رو که آمده بود و مرکز یهودیان بوینس آیرس رو بیش از 200 نفر کشته شده بودن و منهدد کردن در دوران رفسنجانی. فراموش نمی کنیم که به هر حال جهاد اسلامی یا حماس با روی کار آمدن اون در سال 2005 در حین رفراندومی که اونجا گذاشتن و انتخاب کردن مردمی که در غزه بودن، حماس رو با پشتوانه‌ای که از طرف جمهوری اسلامی داشتند، می‌بینیم که تا چه اندازه وضعیت هراسناکی هستش، چه از حوثی ها که در حال 400 هزار نفر کشته شدن، چه از نظر به هر حال یعنی با اماراتی ها و سعودی ها و با پشتوانه تسلیحاتی ایران از 7 امامی اونا رو به 12 امامی با دوره هایی که آمدند و در ایران گذروندند، از اونجا بیش از 600-700 هزار نفر علوی ها کشتند با دخالت مستقیم به هر حال سپاه قدس که من نام نمیبرم از سردارانی که در این حین کشته شدند، از هشت و شبی گرفته که در عراق در حال حاضر یکایی که این کشورها با تمام سرمایه گذاری که ایران داشته خواهان این نیستن که حضور داشته باشد ایران در این کشورها. روندی که در حال حاضر ایجاد شده برای اینکه بتونن یک مماشاتی ایجاد کنن بین به هر حال گروه های